5 سازمان بین المللی از تداوم خشکسالی و تأثیرات منفی عمیق آن بر کودکان در افغانستان هشدار دادند. سازمان اقدام علیه گرسنگی، سازمان جهانی پزشکی، سازمان بشردوستانه امداد اسلامی در جهان، سازمان بین المللی نجات کودکان و سازمان بین المللی ورلد ویژن روز دوشنبه 16 بهمن گفتند افغانستان با بدترین خشکسالی در 3 دهه گذشته مواجه بوده که 25 استان با خشکسالی شدید روبروست. به گفته این سازمان ها افغانستان در حال حاضر بدترین خشکسالی را در 3 دهه گذشته سپری می کند و دست کم 25 استان از 34 استان افغانستان از خشکسالی شدید یا فاجعه بار رنج می برند و بیش از نیمی از جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته سازمان بین المللی نجات کودکان، کودکان و خانواده های متکی بر کشاورزی بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد. بر اساس برآوردهای بین المللی، حدود 7.8 میلیون کودک در افغانستان در سال 2024 غذای کافی ندارند و در صورت تداوم خشکسالی زندگی این کودکان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. به گفته این سازمان کمبود باران و تداوم خشکسالی زمینه شیوع بیماری ها جمله وبا را افزایش داده، فقر را تشدید می کند و زمینه کوچ اجباری خانواده ها را از روستاهای خشکی زده فراهم خواهد ساخت. افزون بر آن بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بین المللی نجات کودکان، 4 میلیون زن باردار و شیرده از جمله 3.2 میلیون کودک زیر 5 سال در حال حاضر از سوء تغذیه حاد رنج می برند. سازمان بین المللی نجات کودکان از پیامدهای گرسنگی و تأثیرات آن بر سوء تغذیه و ضعف سیستم ایمنی کودکان یاد کرده و گفته که گرسنگی رشد جسمی و شناختی کودکان را کند و آهسته می سازد. بینندگان عزیز، ارتباطمون با آقای تابش برقرار شد. آقای تابش سلام عرض. سلام بر شما و سلام بر بینندگان عزیزتان، در خدمت شما هستم. بزرگوارید. آقای تابش، هشدار 5 سازمان بین الملل از تداوم خشکسالی در افغانستان تا چه حد واقعی و نگران کننده است؟ بفرمایید. با تاسف که گزارش 5 نهاد معتبر بین المللی در رابطه با موضوع خشکسالی در افغانستان یک واقعیت جدی و تکان دهنده است، به دلیل از اینکه افغانستان یک از بدترین موسم های خشکسالی خود را در این سالها پشت سر میگذرانه و این حتی در 3 دهه نه بلکه در تاریخ معاصر افغانستان کم سابقه بوده، به دلیل از اینکه ما در فصل زمستان و موسم باران های موسم بهار ما اصلا بارندگی چشمگیری در افغانستان نداشتیم و این وضعیت بر سکتور زراعت، آبیاری و عموم زندگی مردم افغانستان که بیشتر دینشین هستند و مصروف دامداری و زراعت و این چیزها اشتغال دارند، یک آسیب جدی را به بار میاره و این یک واقعیت است و واقعیت بسیار نگران کننده هم است. بله آقای تابش، با توجه به شدت فقر و بیکاری و نبود یک نظام پاسخگو، تداوم خشکسالی ها چه پیامدهایی را برای مردم افغانستان در پی خواهد داشت؟ ببینید، ادامه این خشکسالی ها به صورت فوری چند پیامد جدی را برای مردم افغانستان به دنبال خواهد داشت. یکی، ما با ادامه این روند، یعنی با ادامه خشکسالی، ما شاهد بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان خواهیم بود و از طرف دیگر سکتور زراعت و سکتور دامپروری که در واقع ستون فقرات اقتصادی مردم افغانستان را تشکیل می دهد و ما به جرأت می توانم برای شما بگویم به عنوان کسی که مدتی را در وزارت زراعت افغانستان در خدمت مردمم بودم، 86% مردم افغانستان به شغل دامداری و زراعت مشغول هستند که عمدتا در همین استان هایی هستند که شما در گزارشتان اشاره کردین که بیشتر خشکسالی آنجا را در بر گرفته و این سکتور زراعت و مالداری افغانستان را به شدت صدمه وارد میکنه برش و این باعث میشه که اقتصاد ناپایدار افغانستان در نبود یک دولت و مدیریت قوی آسیب جدی ببینه و پیامدهای بسیار زیانباری برای اقتصاد و مردم افغانستان خواهد داشت که من جمله آوارگان داخلی، تلف شدن مواشی و برهم خوردن سیستم آبیاری در مزرعه خواهد شد.
برای آقای تابش به طور مختصر بفرمایید برای کاهش تأثیرات منفی خشکسالی چه اقداماتی در سطح ملی و بین المللی لازمه؟ ببینید در سطح ملی فعلا هم نهادهای فعال محیط زیستی که از جوانان افغانستان هستند و با وجود تمام چالش ها در درون کشور فعال هستند، اونا کمپاین های آگاهی دهی را راه انداختند که تا مردم بتوانند با اسراف از برای جلوگیری از اسراف آب بتواند در این مورد کمک کند و نهادهای بین المللی که در این نقش بسیار عمده در این زمینه دارد و اونها می توانند با کمک به دیاقین افغانستان و کمک به دامپروران افغانستان می تواند از این فاجعه جلوگیری کند، از طریق ساختن بندها، از طریق مهار آبهای موسمی و مدیریت آنها و مدیریت درست آنها و همچنین از طریق آگاهی دهی. یعنی دو تا بخش را باید ما در همزمان در نظر بگیریم، بخش آگاهی دهی برای عموم که عبارت باشد از جلوگیری از اسراف آب و همچنین مدیریت آب و خصوصا در فصل زمستان که ما مثلا بتوانیم با آگاهی دهی به مردم بفهمانیم که برف هایشان را در یک نقاطی از زمین انبار کنند که او باعث جذب شود که در آب های زیرزمینی ما کمک بتواند و جلوگیری با سدسازی و راهکارهای مثل مثلا ساختن بند، مثل بندهای آبگردان، اینها ما بتوانیم آبهای موسمی را که ناشی از بارانهای بهاری هست ما مدیریت کنیم که تا اینا بتوانند که باعث تراکم آب شاید و سطح آب بالا بیاید و ما مشکل خشکسالی را مدیریت کنیم. و در کنار از این نهادهای بین المللی مثل مثلا FAO، سازمان جهانی صحت، WFE، اینا می تواند که با تهیه علفه برای مالداران و دامداران ما از یک فاجعه در افغانستان جلوگیری کند و این یک نیاز جدی است. تشکر میکنم از شما آقای تابش، اشرف تابش، کارشناس مسائل اجتماعی از اسلام آباد با ما همراه بودند.